سلام به همگی و خوش اومدید به شیور امروز و به امید خدا که هفته بسیار عالی رو با جشن پوریم شروع کرده باشید و به عزت هشم امروز ما ادامه خواهیم داد مقداری از مطلبی رو که قبلا شروع کردیم و اون درباره شخینای هشم بود و مفهوم اون. و بعد از اینکه مفهوم شخینا رو در فصل‌های قبلی یاد گرفتیم، در فصل 53 امروز با امید خدا تفاوت حضور درجه شخینا رو در این دنیا در طی مدت‌های مختلف در تاریخ با همدیگه یاد خواهیم گرفت و من جمله در حالت حال، در زمان حال، آیا به چه درجه ای از این شخینا ما دسترسی داریم. به صورت خلاصه اگر کمی مرور کنیم نکته هایی رو که قبلا یاد گرفته بودیم و اون اینه که شخینای هکدش باروخو همون جوری که دربارش صحبت کرده بودیم نور الهیته که از درجات بسیار بالا جاری میشه و در هر دنیایی از چهار تا دنیاهایی که دربارش صحبت کردیم در واقع این نور به نحو به خصوصی خودش رو اراده میکنه، ظاهر میکنه و هر دنیا تا دنیای دیگه این نور کمی نسبتاً پوشیده تر به نظر میاد و از این نور شخینا هستش که تمامی موجودات در هر کدوم از دنیاها به وجود اومدن، من جمله نه تنها دنیای تختانی ما بلکه حتی در دنیاهای بالاتر نشامه ها و فرشتگانی که در اون دنیا هستن از درجه وجود شخینایی که در اون دنیا مهیا هستش از اون به وجود میاد. و به این صورت درباره شخینا ما یاد گرفتیم که چجوری در واقع در تمامی دنیاها وجود داره و حتی این دنیا تختانی فقط درجهش با هم دیگه تفاوت داره و اینکه در هر دنیایی یاد گرفتیم که نور شخینا وقتی که جاری میشه و خودش رو در وهله اول در درجه کدش کداشیم، درجه‌ای که به نام مقدس مقدس ها نامیده میشه در هر دنیا و اون درجه خاخما بینا و دعت هستش، اول در اونجا خودش رو ظاهر میکنه و بعدن جاری میشه به درجه ملخوت، پایین ترین درجه در هر کدوم از دنیاها و از اون شخینایی که در هر دنیا در درجه ملخوت وجود داره موجودات اون دنیا به وجود میاد و بعدش جاری میشه میره به دنیای پایین تر و بعدش دنیای پایین تر تا اینکه میرسه به این دنیای تختانی، دنیای جسمانی ما. و به این صورت حتی در دنیای ما هم نور شخینا که بیشتر به نظر میاد پنهان شده جاری میشه تا اینکه برسه به درجه کدش کداشیم، خاخما بینو و دعت دنیای اسیا و تا برسه به پایین ترین درجه، درجه ملخوت و این دنیای جسمانی. در فصل امروز 53 ادمور ازاکر نکته بسیار جالب و عمیقی رو درباره شخینا به ما توضیح میده و اون اینه که با وجود اینکه مراتب، سلسله مراتب معمولی ظاهر شدن شخینا رو در هر دنیا یاد گرفتیم و اینکه در واقع این یک ترتیبی داره، یک الگویی داره و به صورت یک سیستم که هکدش باروخو خداوند پیاده کرده تا اینکه در هر دنیا پله و پله به چه نحوی این نور شخینا ظاهر بشه و هر دنیای پایین تر درجه پنهان تره، ولیکن موضوع جالبی که اتفاق می افتاد و اون این بود که در این دنیای جسمانی ما در مکان به خصوصی که به نام قدش قداشیم که در بیت المقدس بود، اون اتاقی که اون جعبه عهد اونجا بود، آرون هادوت و همچنین دولوهیتر اونجا بودن، نور شخینای که منور میشد در اون مکان نوری نبود که از تمامی سلسله مرتبه ها و پله ها رد شده باشه و نورش پنهانتر شده باشه مثل بقیه چیزایی که توی این دنیا میتونن دریافت کنن، بلکه نوری که در بیت المقدس وجود داشت نوری بود که بسیار درجه بالاتری بود،
اون نحوی که نور شخینا منور در دنیاهای بالاتر، در واقع بقیه سلسله مراتب و اون نور طی نکرده بود، پنهان نشده بود و دقیقا به همون صورت آشکاری که در دنیاهای بالاتر وجود داشت، به اون نحو وجود داشت شخینای هشم در مکانی که در بیت المقدس، در اون قسمت قدش قداشیم، جایی که دو لوحه تورا وجود داشتن، در اون آرون هبرید، در اون صندوق عهد. و این در زمان بیت المقدس اول به درجه بسیار بالایی خودش رو نشون میداد، شخینه، حضور شخینه در اون مکان. ولیکن در زمان بیت المقدس دوم که درجه قدوسیت کلی دنیا پایین تر رفته بود و به همین دلیل هم بود که دولوهی تورا و صندوق عهد اونجا دیگه نبودن، شخینای هشم هم وجود داشت ولیکن به همون درجه بالایی قبلا در بیت المقدس اول نبود، ولی بازم نور شخینا بالاتر از سلسله مراتب جاری شدن معمولی در این دنیا بود. و بعد از خراب شدن بیت المقدس دوم، بعد از اون در زمان حال نور شخینای هکدش باروخو بازم جاری هستش، ولیکن درجه اونم فرق میکنه و مراتب معمولی رو طی میکنه تا اینکه برسه به این دنیای پایینی، دنیای آسیا و دنیای تختانی ما آسیا هگشمیت. و الان متن رو با هم دیگه یاد میگیریم که جزئیات این موضوع رو با سخنانی بسیار جالب و شیرین ادمور ازاکن به ما یاد خواهد داد. جزوه رو میتونید باز بکنید در و میتونید اینم دانلود بکنید از قسمت فایل ها توی سیستم. و اوکی، اوکی، جزوه جدیدترینه که فصل 53 مو توی خودش داره و میتونید همه از این استفاده بکنید. اوکی. There we go. وهینه فصل 53. وهینه که شهایا بیت ریشون کیام، وقتی که بیت المقدس اول هنوز برپا بود، شبو های ها آرون و هلوخوت به بیت کدش هکدشیم که در اون زمان اون صندوق عهد و دلوهی تورا در اون بودن، در اون مکان، در بیت المقدس، در اون مکانی که به نام قدش خداشی مقدس مقدس ها نامیده می شد، های تا هشخینا شهی ملخود اتسیلوت، اون وقت نور شخینا که قبلا در فصلهای قبلی دربارش صحبت کردیم و گفتیم نور شخینا نوریه که درجه ملخود از دنیای اتسیلوت هستش، شهی بخینت گیلوی اور اینسوف باروخو شورشام، که در اون درجه، درجه ایه که نور بی انتهای الهیت داره کاملا اونجا ساکن هستش و منور هستش، اوملو بشد به اثرت هدیبروت. و این نور شخینا که در تمامی ده فرمان خودش رو ملبس میکرد، در اون ده فرمانی که داده شده بود به یتر سد و یتر اوز با شدت بسیار قوی و قدرت بسیار زیادی، به گیلوی رب و آتوم با درجه آشکار بودنی که بسیار عظیم بود، یوتر می گیلویا به خالد کچه هکداشیم شل معلا با علامات الیونیم، حتی بیشتر از اون درجهی که آشکار بود این نور، حتی در درجات دنیاهای بالاتر، درجاتی که به نام کچه هکداشیم نامیده میشن در دنیاهای بالاتر. پس در بیت المقدس اول نور شخینای هکدش باروخو به شدت بسیار آشکاری و عظیمی خودش رو نشون میداد در بیت المقدس، در قدش قداشیم.
و دلیلش چی بود که دو لوحه تورا که در این صندوق عهد وجود داشت در آرون هاوریت همچین درجه ای داشت. و این رو ادمور ازاکن به ما توضیح میده که اثر تدیبروت هن کلالوت هتورا کولا، به خاطر اینکه ده فرمان در واقع تمامی تورا رو در بر داشتند، ده ناف گامیگو خاخما ایلا آ، که فرمانهای تورا کلن تمامی تورا از چه درجه سرچشمه میگیره؟ از درجه خاخما، از دنیای اتسیلوت، بالاترین درجه در تمامی دنیاها، دل ایلا لیلا مالما دید گلیا، که بسیار بالاتر و بالاتره از اینی که اصلا خودش رو نشون بده در دنیاهای پایین تر. اخده لخاک کان بلوخوت اوانیم گشمیم، و به خاطر اینکه اینها این فرمان ها حکاکی بشن در این سنگ هایی که در اون حکاکی شده بودن، سنگ های جسمانی، لو یاردام مدرگال مدرگال که در خیشتل شده تا علامات، دلوهی تورا و این حکاکی شدن اونا اتفاق نیفتاد مثل بقیه چیزهایی که توی دنیا به وجود اومدن که سیستم خودشو داره و الهیت از یک درجه به درجه دیگه پایین تر میره، از یک دنیا به دنیای دیگه، و در هر درجه و از هر دنیا به دنیا نور الهیت بیشتر پوشیده میشد تا اینکه آشکار نباشه، تا اینکه برسیم به این دنیای تختانی که همه چی فقط و فقط جسمانی به نظر میاد، اینقدر الهیت آشکار نشده و پنهان هستش. ولیکن وقتی دلوهه تورا داشت حکاکی میشد به وسیله حکادش باروخو، این سلسله مراتب معمولی رو طی نکرد. کی اولام هزه هگشمی من نهگ به لبشود حته و هگشمی، به خاطر اینکه در این دنیا هر چیزی که به وجود اومده در واقع ملبس میشه در اون، درست قدرت الهی، ولی کن قانون طبیعت به همه چی صدق میکنه و کاملا هر چیزی هر نحوی که قانون طبیعت صدق میکنه به اون صورت رفتار میکنه. سنگ مثل یک سنگ میمونه، درخت مثل یک درخت رشد میکنه، حیوانات دقیقا مثل حیوانات تکون میخورن و غذا میخورن، کوها، دریاها و غیره. قانونای طبیعت رو همه باید مراعات کنن، چیزایی که به وجود اومدن به این صورت اصلا بهشون زندگانی بخشیده شده و بعد طبق اون طبیعت پیش میرن. ولیکن این همه از چیزایی که به صورت طبیعی توی دنیا داره اتفاق میفته و حلو خود. ولیکن دلوهی تورا معصه الوکیم هما، همون جوری که نوشته شده که اونا کار خداوند بودن، حکدش بارو خوب بود که این دو لوحه تورا رو درست کرد و هم مختاب مختاب الوکیم هو، و حتی نوشته های روش که حکاکی شده بود اونم نوشته خود حکدش بارو خوب بود. لمعلوم حتی وشل علام هزه هگشمی، که بالاتر بود درجه این دو لوحه تورا از هر چیزی که توی این دنیا درجه طبیعی داشته باشه. هنیشبا مهارا هشخیناش به خالکاچه کداشیم دعسی ها، که دلوهه تورا نوی که وجود داشت بالاتر بود از هر چیز دیگه توی این دنیا که شخینا رو از درجه کدش کداشیم دنیای اسیا دریافت میکنه. شمیمنون نمشاخ عرب خیل علام اسیا، که از این درجه است که تمامی موجودات این دنیا، دنیای معمولی، قدرت زندگانی خودشون رو دریافت میکنن. شگم علام هزه بخلالو، که این دنیای تختانی و جسمانی ما جزوی از اون هستن. پس در واقع دلوهی تورا کلن وجودش تفاوت داشت. همونجوری که یاد میگیریم درباره دلوهی تورا، چیزی که نوشته شده که به صورت معجزه آسایی اصلا وجود داشت. اولا اینکه همونجوری که نوشته
که نوشته های حکاکی شده های در دولوهی تورا در واقع از یک طرف تا یک طرف دیگه بود. یعنی اینکه وقتی از جلو اگر نگاه میکردید اون چیزی که حکاکی شده تا آخر اون ور دولوهی اون سنگ کاملا این سوراخ شده بود و میشد اون ور رو دید. و همچنین برای مثال معجزه بود و اون اینه که حروفای عبری که به صورت گرد باشن مثل سامخ و یا به صورت چهارگوش مثل مم که تمامی دور تا دورش یعنی باید حکاکی میشد و این حکاکی شده بود از این ور سنگ تا اون ور سنگ ولی به صورت معجزه آسایی این قسمت وسطی این حروف عبری همینجوری در هوا آویزون بود، نمی افتاد پایین با وجود اینکه کاملا دورش برای مثال اون دایره اون سامخ کاملا دورش حکاکی شده بود از این ور سنگ تا اون ور سنگ. و نه تنها اون، بلکه درجه معجزه دیگه‌ای که درباره لوخوت دو تا دولوهی تورا وجود داشت و اون این بود که نه تنها از جلو میشد اونو خوند، بلکه از پشت سنگم وقتی نگاه میکردید به صورت معمولی از راست به چپ نوشته شده بود، دقیقا همون جوری که به نظر میومد از جلوی دولوهی تورا. معمولا اگه یه چیزی حکاکی شده از این ور سنگ تا اون ور سنگ وقتی برید پشتش رو نگاه بکنید دارید همه چی رو بالعکس میبینید و اونو نمیشه خوند به صورت صحیح. ولی از اونجایی که دولوهی تورا معصه الوکیم کار خدا بود از جلو به صورت معمولی میشد اونو خوند، از پشتم به صورت معمولی اونو میشد خوند و نه تنها اون، بلکه حتی از کنار سنگم از هر چهار طرف به صورت معمولی میشد این ده فرمان رو خوند. که همه اینا معجزه آساست و نه تنها اون، بیشتر درباره دولوهی تورا در مکانهای دیگه صحبت شده و اون اینه که حتی از نظر وزنش هم که سنگ بسیار گرانبها و سنگینی بودن ولی با وجود این خودش رو میتونست حمل بکنه، وگرنه برای یک شخص معمولی هم کردن چنین وزنه سنگینی بسیار مشکل و غیر ممکن بود. کما اینکه وقتی باعث گناه شدن ام اسرائیل اون وقت بود که یه باره این دولوهی تورا سنگین شدن در دست موشه رابینو و افتادن. و مثال این رو درباره یه چیزهایی که ما فوق طبیعت بودن همچنین میبینیم در خود بیت المقدس. در مکان بیت المقدس در اون اتاق قدش قداشی مقدس مقدس ها که به این صورت نامیده شده بود به خاطر اینکه دولوهی تورا و این صندوق عهد در اونجا وجود داشت، مقیاس به خصوصی داشت که طول اون اتاق 20 اما بود. و جالب این بود که وقتی از این دیوار تا اون دیوار رو اندازه می گرفتید می شد 20 اما. اما یک مقیاس عبریه و یک مقیاس تورایی، پس از دیوار به دیوار می شد 20 اما. و اگر از دیوار تا اون صندوق عهد تا آرون هبریت اندازه می گرفتید می شد 10 اما. و از اون ور صندوق تا دیوار اندازه می گرفتید اونم می شد 10 اما. یعنی در واقع با وجود این که می دیدید این صندوق اونجا هستش ولی هیچ مکان جسمانی رو احاطه نمی کرد، به صورت معجزه آسایی اونجا وجود داشت. ادامه می دیم متنو. پس اینجا ادمور ازاکن داره میگه که کلن وجود این دولوهی تورا فرق داشت با بقیه چیزایی که توی این دنیای جسمانی وجود داشت، حتی به صورت واضح که میشد این رو مشاهده کرد. و دلیلش چی بود؟ دلیلش به خاطر این بود که اون نور الهیت، نور شخینایی که وجود داشت در این دولوهی تورا فرق داشت با نور الهیتی که در بقیه دنیا جاری میشد و به همه چیز جون میبخشید.
الا بخینت خاخما الا آدتیلوت. پس این نور شخینا به چه نحوی جاری میشد، چه درجه ای از این نور شخینا بود که جاری میشد در این دلوه تورا. در بقیه چیزهای دیگه توی دنیا پله و پله نور الهیت، نور شخینا جاری شده بود از یک دنیا به دنیای دیگه و تمامی چهار دنیاها رو طی کرده بود تا اینکه برسه به پایین ترین درجه و این دنیای جسمانی ما رو به اون صورت مقداری به صورت پوشیده شده به اون جون ببخشه. ولیکن نور شخینایی که در دلوهه تو رو وجود داشت چه درجه‌ای بود؟ به این صورت بود که درجه خاخما ایلاد اصیلوت، درجه خاخما بالاترین درجه بالاترین دنیا که دنیای اصیلوته، شهی کلالوت حتی راش بسره تدیب رود نیلبشا به ملخود ده اصیلوت و ده بریال ودان، که نور شخینا از دنیای اصیلوت از درجه ملخود جاری می شد به درجه ملخوت دنیای بعدی، دنیای بریا، دنیای دومی، و از اونجا بود که به صورت مستقیم جاری می شد و خودش رو نشون می داد در دلوهه تورا. پس در واقع نور شخینا بقیه سلسله مراتب رو طی نمی کرد، از اون درجه دنیای دومی، دنیای سومی و چهارمی رو سکیپ میکرد، ول میکرد، دیگه از اونا رد نمیشد و خودش رو آشکار میکرد به همون صورتی که در دنیای دومی، دنیای بریا وجود داره، به اون صورت خودش رو آشکار میکرد در دلوهه تورا. و این دلوهه تورا در کجا بودن؟ در اون صندوق عهد. و در چه مکانی؟ در بیت المقدس، در اتاقی که به نام کدش کداشیم بود. و هن لودان همیوخادوت به اور این صبح به توخان هن هنیکراد به شم شخینا هشور به کچه کداشیم ده بیت ریشون. و اون درجات، درجه نور الهیت که از درجه خاخمای دنیا اصیلوت سرچشمه می گرفت و بعد از درجه ملخوت دنیای اصیلوت جاری می شد به درجه ملخوت دنیای بریا، اون نور تنها درجه ای بود که خودشون ملبس می کرد و به نام شخینا نامیده می شد. در کجا؟ در اون اتاق کچه کداشیم در بیت المقدس اول. علیده اید لبشوتا به اثر تدیبروت حقوقت بلو خود، به وسیله این که این شخینا خودش رو ملبس می کرد در اون دهتا فرمانی که حکاکی شده بود در اون لوخو، در اون دلوهه، به نس و معصه الوکیم خاییم به صورت معجزه آسا و به وسیله خداوندی که زندگی هستش. و هو آلما دید کسیا. و اینجا در این پرانتز عبدالرزاکن به ما میگه که در کتب قبالا به این درجه به نام درجه آلما دید کسیا، دنیای پنهانی، همه کنن به علام هبریا، که خودش رو در واقع لونه میکنه، مثل سکنا میکنه، در دنیای بریا نامیده میشه. این کنودل یود ای خاخمونیستارا، همونجوری که این اصطلاح و اسم دانسته شده به وسیله اونایی که خاخمای نیستارا، پنهان قبالا رو یاد گرفتن. پس در بیت المقدس اول این درجه بسیار درجه بالایی بود از شخینای هرکدش باروخو، درجه‌ای که در مکانهای دیگه پیدا نمی‌شد. و از این نظر مکان بیت المقدس به خاطر این موضوع منحصر به فرد بود. و اگه یادمون باشه در کلاس‌های قبلی وقتی صحبت می‌کردیم درباره مثال یک بدن، که یک انسان در واقع درسته که قوت و قدرت نشاما در همه اعضای بدنش وجود داره، ولی مقر اصلی وجود داره برای اون نشاما و اون در مغز یک نفر هستش، همونجوری که احساسات ما مقر اصلیش در قلب یک نفره. پس به همین صورت در زمان بیت المقدس بالاترین درجه شخینایی که خودشو آشکار میکرد توی این دنیا در چه مکانی بود؟
در بیت المقدس در کدش گذاشتیم، در دو لوحه تورا. درسته که شخینا در بقیه دنیا هم وجود داشت، از اونجایی که شخینا همه جا وجود داره و باید داشته باشه تا همه چی ادامه بده به وجود خودش، ولیکن تفاوت عظیمی وجود داشت بین درجه قدوسیت و آشکار بودن این نور الهی، نحوی که در قدش گذاشتیم بود نسبت به بقیه مکانهای توی دنیا. ادامه میدیم متن بعدی رو، متن شماره 89. این همش درباره بیت المقدس اول بود، ولیکن بیت المقدس دوم تفاوتی داشت و یک مسیر دیگر رو طی کرد نور شخینا. از اونجایی که کلن تفاوت بزرگی وجود داشت بین بیت المقدس اول و بیت المقدس دوم، و این تفاوت نه تنها از نظر ساختمونی بود که معماری اون دوتا ساختمون با هم دیگه تفاوت داشت، بلکه در واقع قدوسیت اون زمان تفاوت داشت. درجه کلن دنیا در درجه پایین‌تری از روحانیت به سر می برد در زمان بیت المقدس دوم نسبت به زمان بیت المقدس اول، و واسه همین هم هست که خیلی از چیزهایی که در بیت المقدس اول وجود داشت در بیت المقدس دوم وجود نداشت. برای مثال خود آرون، اون صندوق عهد که در اون دو لوحه تورا بودن، اینا در بیت المقدس دوم نبودن. 40 سال قبل از خراب شدن بیت المقدس اول، ناوی که در اون زمان بود، چون نبوت بهش رسید که به زودی بیت المقدس خراب خواهد شد، این رو اطلاع داد به پادشاه، و پادشاه اون زمان دو لوحه تورا رو همراه با صندوق عهد برد بیرون از مکان قدش قداشیم و اون رو پنهان کرد در اون مکانی که از همون اول حدود 400 سال قبل از اون شلومو هملخ در زیر بیت المقدس ساخته بود، یک مکانی که به اون روزی که میرسه که لازمه این صندوق عهد پنهان بشه، اونجا برای این یک مکانی درست کرده بود. و درباره این به صورت تکمیل تری در چند تا از کلاس های قبلی که کلاسی اختصاص دادیم درباره دلوهه تورا و صندوق عهد درباره اونجا، و لازم بود که بالای ساختمان بیت المقدس یک میله های یک پرهای چیزای به خصوصی میذاشتن که پرنده ها اونجا نشینن. پس میبینیم که درجه قدوسیت کمی پایین تر بود. و اینجاست که ادمون رزاکن متن رو ادامه میده، متن شماره 89. او به بعد شنی در بیت المقدس دوم شلو هایا بو ها آرون و الو خود، که آرون هکدش اون صندوق عهد و دلوهه تورا اونجا نبودن، و دلیلش چیه؟ همونجور که گفتیم به خاطر این که درجه قدوسیت اون زمان به صورت کلی پایین تر بود. امرو رزال رابطن و زیخرونا مروخا خخامی به ما گفتن شلا های تا شخینا شوره بو، که شخینا در بیت المقدس دوم وجود نداشت. که البته منظور چیه؟ همونجوری که قبلا صحبت کردیم شخینا همیشه همه جا وجود داره. پس یعنی چی وقتی خخامی میگن اونجا شخینا نبود؟ بلکه منظورشون اینه که شخینا به همون درجه بیت المقدس اول وجود نداشت. پروش به این معنا مدرگت شخینا شهایتا شوره به بیدشون شلو که درخش تاشلو تارلامود، که اون نور شخینایی که در بیت المقدس اول جاری بود، که اون نور شخینا همونجوری که گفتیم مسیر معمولی تمامی سلسله مراتب دنیاها رو طی نکرده بود و به صورت معجزه آسایی با درجه بسیار بالایی خودش رو نشون میداد، الا به بعد شنی های تو شوره که در خیشتال شده، بلکه در بیت المقدس دوم این نور شخینا بیشتر این سلسله مراتب رو از پله تا پله دیگه پایین تر بیاد و طی کرده بود و هیت لب شد. و به چه نحوی خودش رو نشون میداد؟
شخینای هشم خودش رو ملبس میکرد ملخوت اتسیلوت، از درجه دنیای اتسیلوت، از درجه ملخوت توی دنیای اتسیلوت جاری میشد به درجه ملخوت در دنیای بریا که پایین تر از دنیای قبلیه، و بعد از اون شخینای هشم به صورت پلهی میرفت پایین دبریا به ملخوت دیتیرا و از دنیای بریا جاری میشد به اون درجه ملخوت در دنیای یتیرا، و بعد از اون دیتیرا به هیخل کاچکو داشتیم دستیا. اون وقت بود که از دنیای یتیرا نور شخینا جاری میشد و میرفت تا درجه خاخما بینا و دعد از دنیای اسیا، سه تا درجه بالایی در دنیای اسیا و کاچ کاداشیم دستیا، و از اونجا از اون سه تا درجه در دنیای اسیا هایا میدلبش به کاچ کاداشیم شب بیت همیگدار شده متا. اون وقت بود که از اونجا جاری میشد و میرفت مستقیم از درجه خاخما بینا دعت در دنیای اسیا جاری میشد به درجه کدش کداشیمی که جسمانی بود در این دنیا در یروشالایم که در بیت همقداش پایینی بود، و شارتا با هشخینا و شخینا در اونجا جاری می شد. پس پایین تر می اومد نور شخینا و خودش رو تا درجه سه تا درجه اولی دنیای اسیا پایین می آورد که به اون سه تا به همچنین می گیم کدش کداشیم دنیای اسیا، و از اونجا مستقیمن می رفت به کدش کداشیم جسمانی که در بیت همقداش وجود داشت. و کاچه کداشیم در اسیا های مدبش به کاچه کداشیم شبه بیت همقداش شده متا، و این درجه مدبس می شد در کچه کداشیمی که در این دنیای تختانی وجود داشت به شارت و با هشخینا، و اونجا شخینا در واقع همیشه سکنا داشت در بیت همقداش شده و ملخودی تی رو همولو بشد به کاچه کداشیم در اسیا. چه درجه بود؟ درجه ملخوت از دنیای یتیرا نحوی که خودش رو ملبس کرده در خاخما بینا و دعت دنیای اسیا. پس هنوز اونجا شخینا وجود داشت، هنوز چیزی که هست حضور شخینا به همون صورتی نبود که در زمان بیت المقدس اول بود، ولاخن و بنابراین به خاطر همین دلیل بود که در بیت المقدس دوم با وجود اینکه دولوهی تورا و صندوق عهد اونجا نبودن، لوهای رشای شوم آدم دکانش شام هنوز کسی اجازه نداشت که بره داخل بشه در اون مکان. لوت کوهنگادول به یوم کیپوریم، غیر از کوهنگادول و اونم فقط روز کیپور، فقط روز کیپور کوهنگادول اجازه داشت که بره اون تو که تفیلای مخصوص روز کیپور رو اونجا ذکر بکنه. تا حالا یاد گرفتیم درباره بیت المقدس اول و بیت المقدس دوم، و البته الان بیشتر میتونیم درک بکنیم تفاوت حضور نور شخینا تا چه حدی آشکار بود در بیت المقدس اول نسبت به بیت المقدس دوم. ولی خب از زمانی که بیت المقدس دوم خراب شد، از اون به بعد به چه نحوی شخینا توی دنیا وجود داره؟ اومش خراب بیت المقدس این لو لکدش باروخو به علما، از وقتی که بیت المقدس دوم هم خراب شد دیگه چه مکانی هست، چه موقعیتی هست، چه نحوی هست که نور شخینا میتونه خودشو ظاهر بکنه الان که اون مکان جسمانی رو دیگه نداریم؟ الا اربع عمود چل هلاخاب دیود، از زمان خرابی بیت المقدس به بعد مکانی، موقعیتی که یه نفر میتونه نور شخینا رو در بر بگیره و این تجربه رو داشته باشه در چهارچوب قوانین تورا هستش، قوانین هلاخوت و فیلو اخاد شیوشه و سک به تورا، و حتی یک نفر که میشینه و تورا یاد میگیره، نه تنها اگر میشینه با ده نفر، برای مثال بگیم مینیان هستن پس بنابراین شخینا بین اونا وجود داره، حتی اگه یه نفر تنها بشینه و تورا یاد بگیره، شخینا ایمو، اون وقته که شخینای هکدوش باروخو همراه این شخص هستش که دعیتا به براخود پرکما، همونجوری که در گمارای براخود اون فصل اول در گمارا این موضوع رو توضیح میده.
منظور چیه که میگه مگه یه نفر میشینه و تورا یاد میگیره شخینا همراهش هست؟ پیروز شخینا ایمو معنای این که شخینا با اون هستش که در خیشتل شلوت، منظور من اینه که این شخینا هستش ولی الان فرق میکنه با زمان بیت المقدس اول و زمان بیت المقدس دوم. در زمان حال وقتی یه نفر تورا یاد میگیره شخینا همراه اون هست و تمامی سلسله مراتب رو داره این نور شخینا به صورت معمولی طی میکنه. به چه نحوی؟ و لبشود ملخود در اتسیلوت، به این نحو که نور شخینا از درجه ملخود از دنیای اتسیلوت جاری میشه به ملخود بریا و یتسیرا و سیا و از اونجا میره به درجه ملخود دنیای بعدی که دنیای بریا هستش و از اونجا میرسه خود میرسونه به درجه ملخود در دنیای بعدی که دنیای یتسیرا است و همچنین به ملخود در دنیای اسیا و تا تمامی مراحل رو طی میکنه شخینا تا بیاد پایین. در زمان بیت المقدس دوم نور شخینا تا درجه ملخوت دنیای اسیا پایین نمی اومد، از همون بالای دنیای اسیا خودش رو ظاهر میکرد در بیت المقدس دوم، ولی الان در زمان گالوت نور شخینا اون مرتبه آخرم طی میکنه، میاد تا پایین ترین درجه ملخوت در دنیای اسیا و خودش رو ملبس میکنه در چهارچوب قوانین تورا. کی تریگ میتوات تورا، به خاطر اینکه 613 تا میتواهای تورا روبان که کولان اکثر اونا هم میتوات معصیات، میتواهای عملی هستن، باید این کار انجام بدی اون کار انجام ندی و غیره، همش ربط داره به عمل به کردار اکثرشون. و گم حتی لیود به دیبور مخشاوا و حتی اونایی هم که ربط دارن به افکار و به گفتار یه نفر که ما تلمود تورا و برکت آمازون مثل تورا یاد گرفتن، که خب تورا یاد گرفتن یه چیزی که باید درک بشه به صورت عقلانی و همچنین برای مثال برکت آمازون اینه که نوارخ میگیم و براخا میگیم بعد از اینکه یه کسی دستش رو شسته و نون خورده، او کریت شما و همچنین شما اسرائیل خوندن، او تفیلا و کلن دعا کردن که همه اینا جنبه گفتار داره نه عمل. ها کای مالاندهیر رو لف که دیبور دامی، در باره این قبلا صحبت کردیم که کلن از نظر هلاخا همیشه اینو میگیم که فکر کردن مثل گفتار حساب نمیشه و این یوتسه یده خواتو به هیرهور و کوانال ود، و یه نفر نمیتونه یه میتوه رو انجام بده فقط با افکار و فقط با کوانا داشتن، بلکه باید یه عملی انجام بده. برای مثال وقتی به تورا خوندن میرسه یه نفر باید لبش رو تکون بده و لغت ها رو بگه تا اینکه این قسمت عملی تورا یاد گرفتنش باشه، و یا اینکه وقتی یه نفر داره تفیلا میخونه دعا میکنه باید لبها رو تکون بده وقتی داره اون لغت ها رو میگه، نه اینکه فقط با چشماش و در افکارش لغت ها رو ببینه و بخونه، بلکه باید اینا رو به لب بیاره. پس حتی در مورد این نوع میتوه ها هم به همچنین یک قسمت عملی این موضوع وجود داره. و کرمالان در کیم از صفات ها و معصه، و برای اون نوع میتوه ها تکون دادن لبها به عنوان عمل اون میتوه ها حساب میشه. و تریک میتوه تورا، و همچنین نکته جالب و مهمی دیگه اینه که 613 تا میتوه های تورا ایمشه و میتوه درابانان همراه با اون 7 دستوراتی که خخامیم ما تعیین کردن برای ما، تمامی اینا با هم دیگه میشه 620 613 تا دستورات تورا و 7 خخامیم با هم دیگه 620. به گمتری یا کتر به زبان عبری هر شماره ای ربط داره به یکی از حروف آلف بت، و گمتری ها از نظر تعدادی وقتی 620 رو میخوایم بنویسیم به عبری چجوری مینویسیم؟ خاف تاف رش که لغت کتر که ترجمه کتر میشه یک تاج. پس 620 میتوه های تورا همگی با هم لغت کتر به اون نامیده میشه، لغت تاج. به چه دلیلی؟
خب غیر از این که ممکنه یه نفر بگه به صورت سطحی خب تاج سر ماست تورا، ولی که در واقع دلیل دیگه ای و غنی تری در این وجود داره. شهور راتسون ها الیون باروخو، به خاطر اینکه همون جوری که تاج وقتی یه نفر به سر میذاره، یک پادشاه تاجش حتی از سر اونم بالاتر میشینه، لباسای دیگر رو میپوشه، ولی تاج بالای سر اونه، یعنی اینکه بالاترین درجه پادشاه چی هستش؟ اون تاجی که بالای سرشه. به همین صورت وقتی داریم درباره وجود صحبت میکنیم در یک شخص، برای مثال میگیم یک شخص در اون احساسات وجود داره، قدرت افکاری وجود داره، ولیکن خواست اون، چی این شخص میخواد، حتی از درجه عقلانی این شخص بالاتره. به اون میگن راتسون. به همین صورت فرامین تورا در واقع خواست خدا هستن و خواست خدا از همه درجات قدوسیتی قبلا صحبت کردیم بالاتره، حتی از درجه عقلانی بالاتره. و این درجه راتسون، درجه خواست خدا، در کتب قبالا به نام کتر تاج نامیده میشه. شهور راتسون ها الیون باروخو حمدو باش به خاخماتا ایت بارخ، که این خواست الهیته، این فرامین تورا، 620 فرامین تورا، که خواست خدا خودشو ملبس میکنه در خاخما، در عقلی که در تورا گذاشته شده. همه یخادود به اور اینسو باروخو به تخلید های خود، که درجه خواست خدا و درجه عقلانی مافوقی که داریم در برش صحبت میکنیم همش با خود الهیت یکی هستن، با یگانگی کامل. و هشم به خاخما یا صد آرت، و همونجوری که در پاسوک می نویسه که خداوند با خاخما زمین رو آفرید یا مستقل کرد. هی توراش به الپه، منظور چیه در اون پاسوک وقتی میگه خاخما؟ با کدوم خاخما؟ چه خاخماییه که زمین رو به وسیله اون آفریده شده؟ هی توراش به الپه، این تورای شفاهی ماست، منظور قوانین تورا. ده نافکام خاخما ایلا ها، که از کجا سرچشمه گرفتن؟ از درجه خاخما ایلا ها، از درجه خاخما در دنیای اتیلوت، که مشکاتو به زهر ده ابا یا صد برتا، همونجوری که در زهر درباره این موضوع صحبت میکنه و در اونجا نحوی که زهر درباره این صحبت میکنه یک اصطلاحیه که میگه که پدر دختر رو به وجود آورد. منظورش چیه که پدر دختر رو به وجود آورد؟ و اونایی که کبالا یاد گرفتن و زهر، همونجوری که بر طبق چیزایی که الان توضیح دادیم، اینه که از درجه خاخماس که به نام درجه پدر نامیده میشه، که سرچشمه میگیره تورای ما که درجه برتا دختر نامیده میشه در قبالا. پس همه این دوتا با همدیگه ربط دارن و هر کسی که در زمان حال تورا یاد میگیره و قوانین تورا که هر کدش باروخو خداوند از ما چی میخواد، وقتی که داره این فرامین رو انجام میده و به صورت صحیح قوانین تورا رو اجرا میکنه، در واقع یک شخص خودشو داره میپوشونه، احاطه میکنه با درجه عقلانی فوقانی از طرف هر کدش باروخو، بالاترین درجه الهیتی که ملبس شده در این تورای مقدس ما. پس وقتی یه نفر در این زمان حال تورا یاد میگیره و قوانین رو انجام میده، بالاترین درجه الهیتیو که امکان پذیر جاری بشه به این دنیا داره به خودش جاری میکنه، که به این میگیم نور شخینا. و در شیور امروز، در کلاس امروز یاد گرفتیم که چه تفاوتی داره نحو آشکار شدن این نور شخینا در زمان حال وقتی یه نفر داره تورا یاد میگیره و قوانین رو انجام میده، نسبت به زمان بیت المقدس دوم که نور شخینا جاری میشد ولی کن تا درجات پایین کاملا جاری نمیشد، بلکه به صورت آشکارتری خودش رو در قدش قداشیم، در بیت المقدس نشون میداد. و تفاوت اون با بیت المقدس اول که نور شخینا
فقط تا مقدار کمی از درجات مختلف پایین می اومد و بعدن خودش رو به صورت آشکار نشون میداد در بیت المقدس اول. پس با وجود اینکه درجه آشکار شدن شخینا تفاوت داره بین زمان بیت المقدس اول و زمان بیت المقدس دوم و زمان حال، ولی در عین حال دسترسی داشتن به شخینای هشم تا حدی که امکان پذیره به وسیله چی هستش در زمان حال؟ به وسیله تورا. ولی نیست که کسی فکر بکنه بگه خب ما اگه بیایم الان مقایسه بکنیم، پس در واقع این شخینا همون شخینا نیست. همون جوری که در فصلهای قبلی صحبت کردیم که نور شخینا دقیقا همونه، فقط تنها چیزی که هست آیا تا چه حدیشو ما میتونیم دریافت بکنیم. و نه تنها اون، بر طبق چیزی که الان یاد گرفتیم، وقتی یه نفر داره تورا یاد میگیره در زمان حال و قوانین تورا رو اطاعت میکنه و انجام میده، در واقع این شخص دسترسی داره به نور شخینا که در تمامی دنیاها پله و پله جاری شده و این نور کاملا وابسته است نه تنها به درجه خاخمای دنیای اتسیلوت، بلکه حتی بالاتر از اون درجه کتر، درجه تاج، که در واقع میل و خواست خداوند بوده که این فرامین رو به ما بده. و خداوند همونجوری که هارمبم میگه و خواستش و درجه خاخمای هاشم همه یکی هستن. پس به وسیله یاد گرفتن تورا و انجام فرامین برای ما امکان پذیره که خودمون رو با بالاترین درجه الهیت متصل کنیم و این درجه رو در زندگی روزمره خودمون بتونیم همیشه استفاده بکنیم. البته به امید این که هرچه زودتر با اومدن مشیخ بتونیم درجات بالاتر شخینا رو دوباره بتونیم تجربه بکنیم به صورت آشکار، اونجوری که در زمان قبل بود و همونجوری که انبیا به ما توضیح دادن و در قبالا و خسد توضیح میده که وقتی مشیخ بیاد نور شخینا حتی بالاتر از تمامی زمانهایی خواهد بود که قبلا دنیا تجربه کرده. و این یکی از دلایلی هستش که همیشه چشم انتظاریم به اومدن مشیخ، نه تنها به خاطر اینکه دنیا عوض خواهد شد و تمامی جنگ و جدال‌های دنیا از بین خواهد رفت، مریضیا از بین خواهد رفت، صلح و صفا در میان تمامی کشورهای دنیا خواهد بود و غیره، بلکه به خاطر اینکه و دلیل اینکه همه این اتفاق خواهد افتاد به خاطر اینه که نور الهیت، نور شخینا به صورت فوق‌العاده‌ای منور خواهد شد در دنیا تا اینکه تمامی دنیا میتونن حس بکنن و تجربه بکنن این درجه الهیت جدیدی رو که داره آشکار میشه. و به امید خدا هرچه زودتر با اومدن مشیخ هممون این رو تجربه خواهیم کرد. تفاوت سه تا درجات آشکار شدن شخینا رو یاد گرفتیم در زمان بیت المقدس اول، زمان بیت المقدس دوم و زمان حال. و به امید خدا در شیور بعدی که اتمام فصل 53 خواهد بود، ادمور ازاکن بر میگرده تا به ما توضیح بده اون قسمتی رو که در کتاب زهر نوشته شده درباره ینوکا، اون بچه خردسالی که داشت توضیح میداد درباره نور شخینا و اینکه گفت برای اینکه شعله بالای سر یک نفر باشه احتیاج هست که روغن وجود داشته باشه. آیا منظور از شعله چی بود؟ منظور از روغن چی بود؟ و همه اون قسمت زهر رو به صورت بسیار واضح و شیرینی درک خواهیم کرد به خاطر مطالبی که تا حالا یاد گرفتیم و بر طبق مخصوصاً شیور امروز. و به زاد هاشم این رو هفته دیگه ادامه خواهیم داد. اوکی. اولا و همچنین هم ذکر کنم که به امید خدا در شیور بعدی در واقع نه تنها اتمام فصل 53 خواهد بود، بلکه اتمام قسمت اول کتاب تنیا خواهد بود، لیکوته اماریم، که 53 تا فصل داره. پس به زاد هاشم یک سیوم خواهد بود جلسه بعدی
برای یاد گرفتنمون، و با امید خدا بعد از اون میریم جلوتر به قسمت دومی تنیا که شعرهای خود و امونا خواهد بود. اولا تشکر از تمامی بانوان و خانمها که شرکت کردید در کلاس امروز. به عزت هشم ماشاءالله امروز تعداد زیاده، هم در سکای روم و همچنین در یوتیوب و فیسبوک. بریم سر بعضی از مطالبی که اینجا نوشته شده و سوالهایی که مطرح شده. اوکی، آرایت، همگی شالوم دارن میگن، تشکر میکنن، پوریم سامیا، خیلی ممنون. خانم سمیرا سوال میکنن درباره تفاوت دلوحه اول و دلوحه دوم، و به عزت هشم من سعی میکنم که این رو به صورت کامل دربارش صحبت کنم در کلاس بعدی به عزت هشم. اوکی، خانم سمیرا همچنین میپرسن از خاخمای اصلود به ملخوت اصلود و بعد ملخوت بریا و بعد دلوحه رو ملبس بشید. اوکی، سوالی دارید میکنید درباره مطالبی که فکر کنم دوره کردیم و این فکر کنم دیگه تا حالا جوابش داده شده، وگرنه دوباره در آخر سوالا میتونید این رو بپرسید. خانم آقلیان میپرسن درباره هفت میتوه های خخامیم، من به عزت هشم لیست این رو برای شما تهیه خواهم کرد و این رو پست میکنم توی گروه که شه و میتوه دربانان چیا هستن. اوکی، رایت، خانم سمیرا میپرسن در بیت المقدس اول تا ملخوت بریا پایین میومد و بعد در این دنیا در قدش قداشی، در بیت المقدس دوم تا خاخما بینا دعت اسیا و بعد به این دنیا در قدش قداشی و الان در هنگام یادگیری تورا تا ملخوت اسیا. کاملا درسته نحوی که نوشتید خانم سمیرا، تفاوت این درجات کاملا صحیحه. اوکی، و بازم چند تا تشکرهای مختلف. اوکی، مایه لذت برای من و همچنین همونجوری که میگن اومی تلمیدای یوتر میکولام، که وقتی یه نفر درس میده در هنگام درس دادن خودش هم خیلی یاد میگیره. پس من از همه شما باید تشکر کنم، همیشه شما دارید از من تشکر میکنید، باید بلکس باشه. اوکی، سوال جدیدی پیش اومد و اون اینه که let's see، خانم نصرتی میپرسن میلان که کسی مشغول آموزشه به تمامی شخینایی که در کتره است دسترسی داره منافعاتی به این که سلسله مراتب الان که شخینا با آموزش طی میکنه نداره؟ اوکی، اگر سوالتون رو دقیقاً درک کرده باشم، و اون اینه که آیا فکر کنم دارید میپرسید اگه یه نفر داره درس میده به جای اینکه خودش درس یاد میگیره که تفاوتی نداره، هر دفعه که یه نفر داره یک موضوع تورا رو حتی مرور میکنه، چه قبلا یاد گرفته چه الان دفعه جدیده، و چه این که داره این رو مرور میکنه برای یه نفر دیگه که به اونا درس بده، به هر حال در اون زمان دسترسی به همه اونا وجود دارن. بله، پس اینی نیست تنها که وقتی یه نفر داره چیزی که توی هلاخا نوشته انجام میده یا نه، کلن وقتی یه نفر داره تورا رو یاد میگیره توراشو به الپه، دیگه این به پایین ترین درجه که شخینا میتونه وارد بشه. اوکی، خواهش میشه، از خیلی ممنون از تشکرات فراوان شما، و به عزت هشم کاری بکنیم که شخینا بیشتر و بیشتر جاری بشه، و الان فکر کنم همگی یک ارزش جدیدی قائلیم برای لغت شخینا، و اون اینه که همیشه میگیم شخینا باتون باشه، شخینا بالای سر یه نفره، شخینا به شما براها بده. پس در واقع داریم آرزو میکنیم برای یه نفر دیگه که
که اون نور الهیت که از درجات بالا داره جاری میشه، این نور همراه با خودش تمامی برخه ها رو برای اون شخص بیاره، پله و پله پایین تر، تا اینکه در این دنیا، در این زندگانی بتونن از اون استفاده بکنن. با امید دیدار لیترات، هفته خوبی رو برای همه شما آرزو مندم. بسلخا.